سلام بیننده های عزیز و بسیار گرامی تلویزیون تاجیکستان. نشر نوبتی شو برنامه تحلیلی روبرو از پیشنهادتان. در این برنامه تصمیم داریم موضوع فرهنگ شهرنشینی را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم و برای روشنی انداختن به این مسئله امروز در استودیوی ما قرار دارند نمایندگان از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، آموزگاران از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و همزمان یک گروه دانشجویان از دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان، دانشگاه ملی و دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان. خیلی خوش آمدید به استودیوی تلویزیون تاجیکستان. فرهنگ شهرنشینی را مطرح کردن، من میخواستم که یکم روشنی میانداختیم که راجع به فرهنگ شهرنشینی و خصوصیت های آن. روز از روز شهر دوشنبه بسیار آباد شده شده است و طبق آمار وزارت فرهنگ امروز ها در شهر دوشنبه 15 باغ فعالیت دارد که قریب همه این باغ ها به طلبات امروز جوابگو است و در باغ ها یعنی تجهیزات های نو، اینچنین گل و گلکاری. فکر میکنم که مردم باید از این چیز استفاده برند، یعنی همون فرهنگی در باغ سیر و گشت کردن، یعنی نسبتی در شهر زندگی کردن و از مؤسسه‌های فرهنگی که در شهر هستند از آنها استفاده بردن، یعنی اشتراک کردن در چرابین‌های فرهنگی. این پیش از همه وابسته است پیش از خانواده، از مؤسسه‌های تعلیمی که همون نفر تعلیم می‌گیرد، کار و فعالیت می‌نماید. این باید نظر به دیگر جبهه های زندگی در شهر زندگی کردن باید افتخار باشد. فرهنگ شهرنشینی سرچشمه می گیرد از رفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک و بعدا فرهنگ شهرنشینی وابستگی دارد به هر یک شهروند، هر یک ساکینی که در همین شهر یا اینکه در همین ناحیه استقامت میکند یا اینکه ساکین است و او باید که پیش از همه به تاریخ و تمدن آن همین شهر ارزگذار باشد و پیش از همه به ارزش ها و مقدسات ملی وطن احترام داشته باشد و بعدن فرهنگ شهرنشینی از اون سرچشمه میگیرد که هر یک ساکنی شهر باید که پیش از همه خانه خود را تازه آزاد نگاه دارد، مکان استقامت خود را، یعنی که نزد بینو استقامت خود را، کوچه و محله خود را تازه و آزاده نگاه دارد و پیش از همه با رفتار و گفتار نیک خود، با عملهای شایسته خود، با مناسبت و معامله خیلی خوب بین همسایه ها، بین یار و دوستان، بین اهل جامعه باید نمونه عبرت باشد و مخصوصا گفتم ممکن است که تلفظ درستی مثلا عباره های زبان تاجیکی، تلفظ درستی عباره های زبان های خارجی که آنها می دانند. یعنی امروز ببینید که به شرافت سیاست درهای کشاده حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار سیاحان وارد کشور عزیز ما می شوند. در همه شهر و ناحیه ها امروز ما مشاهده میکنیم که سیاحان خارجی بسیار تشریف می آورند و آن همین مناسبت و معامله هر یک ساکن تاجیکستان با سیاحان خارجی و عموما با مهمانان خارجی، این انعامی فرهنگ و مدنیتی ما رو نشان میدهد و ما باید که پیش از همه همه اهل جامعه نکم از دو زبان خارجی رو باید دانیم تا اینکه با آنها صحبت آزاد و گفتگوزاری مثلا آزاد داشته باشیم و فرهنگ شهرنشینی از اون سرچشمه میگیرد که باید که هر یک شهروند، هر یک ساکن، هر یک جوانی با ننگ و ناموس ملت شایسته تحسین باشد، نمونه عبرت دیگران باشد، باید خصلت های نیک انسانی را برای خود داشته باشد و او باید که خوش رفتار و خوش گفتار و خوش ذهن و صاحب خیرت باشد. در وقت گشت و گذار در کوچه ها، در وقتی در نقلیات های جمعیتی نشستن، در وقتی در چورابینی های گوناگون فرهنگی و فراغتی اشتراک کردن، در چورابینی های سیاسی اشتراک کردن، در همه موارد ما باید که نمونه باشیم، زیرا که طور مشاهده ها نشان میدهد یک گروهی از بین مردم هستند، اون نفرانی که در آن همین موارد ها خود رو یک مثلا شخصی اگر بگیم بی آداب نشان میدهند، زیرا که در نقلیات های جمعیتی، در جای های جمعیتی آنگونه رفتار میکنند که باعث نگرانی اهل جامعه میگردد و ما باید دست در دست همدیگر بگیریم و آن همین گونه جوانان، آن همین گونه اشخاص رو باید از این راه برگردانیم
و تنها ما آنها رو در اون سمت تربیت کنیم که آنها پیش از همه بهره آبادی و شکوفایی یک گوشه دیار سهمگذار باشند. چونکه اگر در مثال شهری عزیزی ما پایتخت محبوبی ما شهر دوشنبه بگوییم، امروز ببینید که چقدر شهری گلگل شکوفان شده ایستاده است. غیر از آن شهرهای مرکزی تمام تاجیکستان، مثلا شهرهای مرکزی ولایت های ما بگوییم که چقدر گلگل شکوفان شده ایستاده است. و امروز اگر چخیلی که گفتیم در مثال شهر دوشنبه بگیریم، امروز در شهر دوشنبه آیین نامه یا اینکه مرام نامه ساکنی پایتخت عمل میکند که این یک مرام نامه است که به واسطه هر یک نفر رو برای روز، برای آبادانی، برای مثلا شکوفایی راهنما میسازد. یعنی که در انامو مرام نامه پایتخت وابسته به هر یک خصلت های نیک، وابسته به هر یک کار و پیکار ساکنی پایتخت بودند چقدر سخن های نیک گفته شده است. و من فکر میکنم که اگر در تمام شهر ناحیه های کشور ما همین گونه مرام نامه یا همین گونه آیین نامه باشد، البته فرهنگ شهرنشینی ساکنان تاجیکستان خیلی هم بالا می رود. بسیار خوب، یک اندیشه خوب مطرح کردن که هزاران هزار سیاحان خارجی به دوشنبه ما میان و سیمای ملت البته در آن همین پایتخت عزیز ما تجسم می گردد. و وقتی که ما را همچون ملت مهمان دوست، مهمان نواز می شناسند، اگر یک سخنی قبه، یک صدای خنده بلند مثلا یا یک بی ترتیبی که در مثلا خیابان ها راه می دهد، می تواند که طبع سیاح را خیره سازد. خب اندیشه های دیگر باشن اگر من آمد. مدنیت بلند هم دیهات دارد. گپ در سر می رود که ما امروز چگونه مدنیت شهروندی تاجیک امروز معرفی میکنیم. گپ در باره این دارد. در باره مهمانانی به شهر دوشنبه آمده. مادامی که شهروند شهر دوشنبه باشه مقیمی و جایه های مدنی و فرهنگیش ندانی. یک قطار من این مجسمه های گذاشتگی هستند که هیکل ها هستند، اگر کسی پرسان شوان ندانی انا گپ داری میرد. ما باید به همین چیزا تیار شدن در کار. تیار شوی بغیر از این فقط نی که جایه های مدنی و فرهنگی دوشنبه ندانی، نی مدنی و فرهنگی را از خانه خود سر کردن در کار، از محل خود، از ناحیه، بعدن شهر. البته نقصان ها هست. وارد نقلیات جمعیتی می شوید، مثلا یک دانشجویی که از دهات آمده است به احترام یک زنی سال خورده از جاش می خیزد. انا این فرهنگ شهرنشینی است. در واقع در برای فرهنگ جوان دهات و جوان شهر اگر ما سخنرانیم، در اینجا زمین و آسمان فرقیت دارد. چون با فرهنگ کردن جوان دهات از جوان شهر وابستگی دارد. چون وقتی جوان دهات بار اول به پایتخت ورود می شود و نمی داند که ادب شهرنشینی چه خیلی است، مثلا ترتیبی با واسطه نقلیات مثلا ورود شدن چه خیلی است و هر اون کاری رفتاری که می بیند که یک جوان شهری همون کار می کند و از پس اون تکرار می کند. مثلا وقتی که می بیند که جوان شهری همون با استیلو سیموشکا رو وقت خورده در اون روح رو میپرتوید و علاقه در اخیر خود میگوید که همین چیز در این شهر رو بود است، یعنی که همونه میپرتوید. این روز ما گپ در سری مدنیت شهری و دیوت میگیم. وقتی که ما در دیهات کلان شدیم، هر صبح نمون مادر یا خواهر ما بر وقت میخیستن نمون نزدی دروازه خدای نزدی خونه ما آب شپیده، یعنی همون نزدی خونه رو روبوچین میکردن. لیکن امروز ما در شهر من قریب نزدیک 10 سال میشه در شهر زندگی میکنیم. دو همسایه که در یک نمون بینا استقامت میکنن و همگی ممکن نزدی در اونها ممکن دو کوادرات رو، یعنی که دو متر مربع تشکیل میکنند. لیکن این زنی همسایه میبرد طرف خونه یک همسایه دیگر میکنه مصر رو و طرف پرتوها رو، بله پرتوها رو، یعنی که در اینجا یک دیگر فهمی نیست. یعنی که ما باید همون شخیلی که اصول قید کردن، ما باید فرهنگ یعنی شهرنشینی و شهرداری رو از خونه خود آغاز کنیم. وقتی هر یکی ما خونه خود رو، نزد خونه خود رو، نزد بینای خود رو توزه و آزاده نیا داشتیم و در مجموع تمام شهر توزه و آزاده می شود و هر یک مهمون، هر یک سیاحی که وارد شهر می شود از اون حلاوت می برد. در پرتوی دستور سپرشوی پیشوای معظم ملت در شهر دوشنبه بود ازگیری مقامات اجرایی حکومت شهر دوشنبه نزدیک 200 میدانچه‌های ورزشی و بازی کودکانه ساخته به استفاده دادن در دوام دو سال اخیر. لیکن وقتی که ما مسئولین مقامات وکالتدار در سمت تطبیق سیاست ورزشی کشور وقتی از احوال انمون
وضعی امروزه یعنی میدانچه ها دیدن میکنیم میبینیم که چقدر وقتی آدم میبینن اون رزیق میشد که با اینقدر مبلغ های گران اون میدانچه را ساختن لیکن امروز میبینیم در داخل میدانچه تمامی نمود پرتوب هست فکر میکنم جوان دیواز نگور نیست در اینجا هر یک مسئولیتی بلندی شهروندی در کار است که در این کار کمر همت بنده از لیوز اگر سر لباس هم نظر افکنیم لباس پوشی جوانو نظر به سالهای پیش خوبتر و نحسر شده است یعنی اگر تحلیل در کتابخانه ها نمویم اگر سالهای آخیر یعنی صفی خوانندگان در کتابخانه ها زیاد شده شده است و رفتاری نورسون و جوانو رو نظر افکنیم یعنی آنها آرومانه نشسته کتاب میخونند یعنی از سالهای 93 و 92 یعنی مردم بسیار یک فرقیت کلان دارد فکر میکنم که در این مسئله حکومت جمهوری تاجیکستان بسیار کارهای نظررس را به انجام رسانده است علل خصوص اگر گیریم اگر از سال 2015 یعنی روزهای فرهنگی شهر و نویه ها در شهر دوشنبه دور گردید که طبق این نقشه در تمام باغ‌های فرهنگی شهر دوشنبه و در شهر و نویه‌های جمهوری یعنی چورابینی‌ها دور می‌گردند با خاطری که یعنی یک همدیگر فهمی شود مردم با همی چورابینی‌ها جلب شود و مردم عادتی انمون تئاتر و باغ و یعنی کتابخانه رفتن رو گیرند جوانان ما رو به پیشروی دارند و پیش از همه در تربیت جوانان این سهمی انمون پدر و مادر سهمی مؤسسه های تعلیمی سهمی کارمندان فرهنگ بین یک کلون است واقعا یک نکته بسیار خوب مطرح کردن در حقیقت نسل امروز نسل دوران صاحب استقلالی جوانان خیلی تفاوت های زیاد دارند خودی مثلا من اگر نیلوفر در دل خواه باغ فرهنگی و فراغتی شهر دوشنبه سیر و گشت کنم از تازگی همین باغ من شرم می دارم که افتاد پرست استعمال کنم به خاطر آنکه کوشش میکنن زحمت میکشن و وقتی جوان هم میبیند که در این شهر اینقدر بنیادکاری است اینقدر سازندگی است اینقدر زیبایی هست دیگر شرم میدارد که مثلا اون آبی که مینوشد مثلا اون ظرفه در کوچه پرتاید یا مثلا آفتاپرستی که استعمال میکند و در کوچه پرتاید علاقه روز تا روز این چیز خوب است اما در مجموع امروز اون فرهنگ معاشرت دغل صداهای بلند برداشتن در داخل نقلیات جمعیتی با تلفن همراه پنشش یار و رفیق و همسبقا یک نوار تماشا کرده و خنده بلند کرده این چیز هست این چیز باید ما این کار نکنیم که متاسفانه چیز دیده میشد انا که بیاد سر همین چیز بحث میکنیم که برای چی ما یک ملت بزرگی تاریخ چند هزار ساله داریم رودکی داریم سعدی و حافظ ولی امروز ان همون معاشرت مناسبت فردی را تا خود ناموخته ایم برای چی؟ در هر جای های جمعیتی و جوانانی که مثلا سخن های قبیح میگویند خنده های مثلا در دروغ و بیجا و میکنند امروز اهل جامعه در همه مورد بیطرف شده است این امروز ما فکر میکنیم که عیب همه ما و شما هست که مقصد در انا همین مورد ما همون جوانان رو از همین رو بر نمیگردونیم یک چیز دیگر اگر توجه کرده باشید وقتی دو نفر در داخل نقلیات جمعیتی با هم خرخشه میکنن بله بجای اون که ما آنها رو آرام کنیم بگیم که این کار خطا هست همه تلفن های موبایل ها گرفته ثبت شون میکنیم و در اینترنت میپرتیم که جهان بیند انا همین خطاگی محض است که امروز مردم به انا همین بگیم به زبونی و یک به شکل ویرتوالی گذاشتن به همین مقصدی که یعنی که در همه مورد ما فقط ثبت میکنیم به خاطر که خودمون رو معرفی کنیم در بین جامعه که من همین ثبت رو من مثلا در همین شبکه اجتماعی گذاشتم یعنی همه من تعریف کند که همین آدم همون جنگ دو نفر رو ثبت کرد یعنی که همین آدم یک کاری نوسازوی همون در موردی که مثلا همسایه ها میگوید امروز همسایه ها هم بین خودشون بی‌طرف شدند برای چی؟ به خاطر که مقصد امروز ببینید یکی از خصوصیت های بسیار هم نوجو این بخیلی بین همسایه ها خیلی روش یافته است من در موردی که مثلا جای استقامتی خودم اگر میزنم من میبینم همه روزه من مشاهده میکنم مادامی که روزی دراز در کار هستیم بیگاه میره حتی در اون بیگاهی روزی که مثلا همسایه ها در کوچه میشینن فقط غیبت یک دیگر همین کدام همسایه چی آورد خونش به کدامش ماشین داره در مثلا زن ها البته البته زن ها اما زن هایی که مثلا در سر کوچه میشینن همون میگویند فقط غیبت همدیگر
دختری و این خیل شد، بچه و این خیل شد و نمیخوند و این کار کرد. من میبینم همین چیز رو مشاهده میکنم و همین بی‌طرفی ما و شما است، همین بی‌طرفی اهل جامعه است که ما همین چیزا رو از این راه بر نمیگردونیم. من چند جایی که دیدم، مثلا در اکثر شهر ناحیه های ما مخصوص چایخانه ها هست که در همونجا مرد ها میشینن، مثلا چای می نوشن، با هر گونه بازی های روی میزی آورده میشن، با صحبت های موی، با صحبت هایی که برای حل یکم مشکلات انمی محله شون یا دهاتشون سفربر شده است، نه اینکه غیبت همسایه و غیبت دیگر ها. و من فکر میکنم امروز در تمام اگر محله های ما، در تمام خیابان های ما، در تمام کوچه های ما همین گونه چایخانه های ملی خاص مردمی باشد که بگذار زن ها هم، بگذار جوان ها هم، بگذار مرد ها هم همون جا سرجم شوند، تنها برای رشد یک گوشه دیار، تنها برای بهبودی ان همون محله یا اینکه همون خیابانی خود یک صحبت های مثلا منفعت نک رو کنند، نه اینکه در یک مثلا کرسی های نشسته که در خدی کوچه ها هستند نشسته غیبتی همدیگر کنند و غیبتی دیگر. اشنو دارم که همین سالهای اخیر حکومت شهری دوشنبه جای های مخصوص پرتوگاه ها بسیار ساخته است. هست بله، بسیار خوب از جهت، لیکن خوب میشود که اگر همین قطعه ها زیاد میشود، یعنی قطعه های همین پرتو زیاد میشود و هر نمودی از اون پرتو را نشان میدادن. مثال اگر سنگ باشد، برای سنگ علویده قطعی، برای خاک علویده قطعی، برای بقلشگا قطعی یکون چیز علویده، برای لامپ های کم مصرف مخصوص هست مثلا علویده. یعنی که هر یک چیز همون نشانه خودش را داشته باشد، همون نفری که مثال همون پرتو میبرد میدوند که یا که در خونش باید در همون سلافانو یا که در همون چیو جدا کند برده باید پرتو پرتوید. پیش از همه شهر بسیار توزه میشد، عباد میشد. فرهنگ شهر نشینی از محیط خانه شروع میشد. این سخن شما بود؟ بله. آره؟ وقتی که زن مادر 24 ساعت نشسته غیبت میکند، وی وقت از کجا میاد که برای فرزند خود فرهنگ شهر نشینی آموزد؟ ما مثلا وقتی به باغ می رویم و می بینیم یک درخت کلون است، در بالای اون درخت یک سیب سرخ است، ما هیچ وقت کوشش نمی کنیم از جا پریده و گیریم، ما راه می کاویم برای دسترس کردن این سیب. و ما هم در این برنامه باید نه تنها فقط از تازگی و آزادگی کوچه و خیابان های شهر صحبت کنیم. بله. مسئله خیلی فراخ است. ما در مسئله فرهنگ شهر نشینی که یک شهروند جمهوری تاجیکستان که امروز سعادتمند است که در پایتخت زندگی میکند، باید چگونه لباس پوشد؟ اینجا مسئله لباس هم مطرح میشود. لباس های بیگانه که به فرهنگ ما یگان مناسبت ندارند، زبان های قبیل. مسئله دیگر نیلوفر، ما جوانای نباید که به خودمان قبول کنیم در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه، در باغ مثلا میبینیم که یک دخترک به نگاه وای از کار در آمده است یا از کتابخانه برگشته، ساعت 7 8 شب به خانه میرود و همین لحظه مثلا اگر 5 6 جوان یا دانشجو از پیشی ببرند، بعد دیگر لقمه پرتایی و گپ پرتایی و سخن ها. برای چی ما فکر نمی کنیم که وقتی یک دختر مثلا از کوچه و خیابان میگذرد، و خواهر یک است، یک دختر یک نفر است، همسر یک نفر است که ممکن از یک جای خیلی مهم برگشته است. اگر ما از شهرداری یا شهرنشینی مردمی تاجیک سخن کنیم، یک سرزمین باستان که ما داریم تاریخ 5500 سال است، سال به فیرم 2020 اگر خطا نکنم و جشن میگیرم همینا، ببینید که این سرزم چگونه تاریخ دارد. حاضر ما در کوچه های شهر میگردیم یا که مدنیت شهرنشینی مردم رو نگاه میکنیم، این از اون وقت فرسنگ‌ها روح دور است. ما نمیتونیم واضح بگوییم که مالش ما تاجیک هستیم، اونایی که با چی فرق میکنیم، فخر میکنیم ما. چرا ما تاجیک میگیم؟ امروز همون کارهایی که پیشتره بود امروز ما نمیکنیم، همون را ما همون را نمیبینیم. امروز یک جوانی که از دهات میبیاد و شهر را حالا ندیده است و این یک همین پدزمکه که با برای دیگر روحای زیرزمینی، روحگذار زیرزمینی میبینیم. اگر همونجا یک قدم راه هست همون برای گذشتن، لیکن اونها موبایل را خطی عبور میکرد. اگر ما همونجا نظر ویدیو کامل نظارتی مانیم، همون بیچاره همون شخصان شهری و یا ریوایا نمیکنن همونا. پس این روز بچه‌ای که از دهات میبرن میگن هم ممکن گذاشتن، میگن یک حادثه هم میشد. ولی عجیبش همین است که ما میدونیم همه قاعده های شهر نشینی رو، ولی دیده و دونستن قاعده ها رو ویران میکنن. شهر دوشنبه یکی از میراث خلق تاجیک به حساب می رود. ساکن شهر بودن این افتخار بزرگ است، اما در برابر خود یک چند مسئولیت های شهروندی را از ما تقاضا میکند. اولش بزرگ داشتن مقدسات ملی، کانستیتوسیا، ارزش های دولتی، و دوم اینکه به قدر ثروت های شهر و مالکیت دولتی از جمله آب، فضا، برق، باغ و گلگشت ها،
بوتزار و درخزارها، راه نقلیات و انشاءاتها برسیم و به آنها غمخورانه مناسبت کنیم. سازندگی شهر و محیط زیست از خود شهروندان وابسته است و وظیفه اولین درجه شهروند به حساب می رود. بی وطن نیست غریبی که کند یادی وطن، در وطن بوده بی یادی وطن بی وطن است. یعنی که ما جوانان باید وطن خود را پیش از همه دوست داریم و برای آبادی و گوگوشکفایی وطن خود سهم گذار باشیم و پیش از همه برای آینده وطن خود چاره اندیشی نماییم. چه خیلی که اینجا قید کردند در موضوع لباس آویزان کردن، پرتوف پرتوفتن در جای های نمایان کردشته، در حقیقتن راست درست قید کردند که این رفتار است که بیگانه از تمدن ملت تاجیک است و ما وظیفه داریم که این مشکلی را برطرف نماییم، برطرف از دست جمعانه از پای حل آن شویم. بسیار اندیشه خوب اینجا مطرح کردن راجع به آنی که ما وقتی که از فرهنگ سراز میگیم یا که ما اگر از کتاب اوستا گیریم اونجا در مسئله فرهنگ شهر نشینی حتی 5000 سال قبل گفته شده است که ما مثلا کتابخانه ها داشتیم، مهمان خانه ها داشتیم و عموما اگر تاریخ چون که اثبات میکند علمم و ساحه باستان شناسی هم که وقتی که شهرهای قدیمه ما رو یافتند دیدن که چگونه مردم ما در گذشته ها از فرهنگ شهرنشینی برخوردار بودند. جنین اساسی برطرف کردن اون چیست؟ جنین برطرف کردن این از آیله سر میشود. برای چی؟ اگر مادر همون کودک پگوی سه کودک دار چوک رو دار پدرش نیست کار برفته یک دو سه چهار کس بیرون از در میکند بیگه ساعت های هفت هشت فرداش هم نمیکند چی کار میکند گپ راست راخی بله. ما اینا میبینیم هر روز از تریزا هر چیزی که از پیش اومد میپرد یک بار دست نمیگیرست نمیگرد که فرزندم این بیرون جوی ما هست جوی جمعیتی هست نپرد را همین یک بار کرد دو بار کرد و یا دست خبیدید پیش گرفتید این جو میشود. مسئله دیگری که در باره همسایه ها گفتن و روبچین دیگر کرد اکثریت همسایه ها بوده که همه ساکنی که در یکم باشون هم بشیند همه پیشگیر میکنن که بعد کار این است ما بعد همه خانه بیرون بوده که همش از اون همه خانه است ما یک در جمعی این یک مسئله دیگه مسئله باره همدیگر دختن در کار نیست در مکتب و مدرسه های جمعیتی حداقل 10 دقیقه نشود اگر 2 دقیقه پیش از درس درباره آداب شهروندی به دانشجویان و جوانان فرمودن در کار این فقط نیک سیمشکا میخواد که هفته پرست دیگر عمر رفتار و کردار شهروندی را در مسئله تعلیمی در باغچه در باغچه ها و پیش یعنی همین سه چیز باغچه ها و آیله و خیلی دانشگاه و همین مرسه های من جمعیتی باید همه یک جای کار کنند در آن صورت من باوری کامل دارم که نه باری دهاتی کنند کار نه باری این فقط فرهنگی بیرونه در خیلی فرهنگی ما بسیار چقدر جای کرده گی ما گپ هم میبینیم نه که عملا اینجا میبینیم خوب از غرب هم چیزه خوب هم باری واقعا درست قید کردید که امروز جهانیان مردم تاجیک را همچون مردم فرهنگ سالار و تمدن آفر میشناسند اعتراف کردند و همین تمدن خودش از واژه شهرنشین است، شهردار است، شهرساز است، شهرآفر است. برای آنکه یک کس را برای راست هدایت کنی با سخن نه با آداب خود به همون راه هدایت کن بله یعنی با عمل خود و چنانه که سرور دولت در هر یک برآمدهایش گفتارهایش قید میکنند همه ملت را از مدنیت، فرهنگ و تاریخش میشناسند. یکی از آن عامل‌های و سبب‌هایی که یعنی کوسه‌گرداندن همه مدنیت خلق تاجیک را نشان می‌دهد این رو آوردن و پرستیدن مدنیت خلق بیگانه مخصوصا لباس پوشی. چگونه دیده می‌شوند در حاضره زمان‌ها چی در دانشگاه‌ها تنظیم هست لیکن چی در کوچه‌ها چی در راهروها دیده می‌شود چنان لباس هایی که فرهنگ تاجیک نیست لباس ملی که ما داریم زیباترین لباس است با گلش با هر یک رنگی که در بر دارد به خود یک معنی دارد لیکن جوانان حاضره ما متاسفانه این را یعنی به این پیروی نمی کنند چنان طرز لباس می پوشند که در حال حاضر دیده می شود لباس های دختر از پسر فرقی ندارد باید فراموش نکنیم که ما در روند جهانی شوی قرار داریم و به این چیزها هم نمی شود
مثلا به لباس اروپایی و به لباس رسمی مثلا نمیشه برای زنها. هر چیز در چارچوبه خود است. یعنی معیار باید همیشه رعایت خود را دارد. بیشتر نگران کننده است که امروز جوان تاجیک انمون در سر کلاه مثلا انون مردم داغستان در سر خود میگذارد و بله افتخار میکند وقتی که پرسون میشویم که همین کلاه چند سومون خریداری کرده و در جواب میگوید که 150 سومون. وقتی میگویم که برای چی مثلا من توقی دستی دوزی که مادر تاجیک اون با دست دوخته است و ارزشش 25 سومون است اون نمیخری، میگوید او ای بس پوشیدن. یعنی که اور میدوند که کلاهی ملی کی با دست مادر خود آماده شده است، اون پوشد نیکه از اون از فرهنگ بیگونه با افتخار میپوشد و در کوچه های پایتخت قدم میزند. البته این هم باعث نگرانی است، باید در این مسئله نه تنها مسئولین مقامات دولتی، باید نمین با پرینسپی همسال به همسال ما باید این را یک چیز ما از شما سوال کردن شما گفتید که باید که ما قبل از اون که یک نفر رو اسلام میکنیم باید از خود یک نمونه نشان بدهیم. مثلا شما وقتی که در کوچه می روید می بینید که یک نفر با صدای بلند گپ می زند یا که با دو نفر دیگر یکان سخنهای تحقیرآمیز می گویند، دختر هستند. ما امروز باید این چیز این کار نکنیم که دخترانی هستند که حتی سخنهای قبیح می گویند بدتر از بعضی از جوانان. شما در این حالت چیکار میکنید؟ خود شما دخالت میکنید یا که اومن فارغ بالی میکنید و میگذارید میروید؟ حاضر جوانان در آن حالت های قرار دارند که وقتی با آنها دخالت کردی با چنین جواب میدین کارشون دوچند میشون و جوابی باز هم دخالتر میدین. باز کاری تو چی؟ برای ما به طرفی را پیش آن همین چیز از سبب اساسی که وقتی یک نفر در پیش ما افتو پرست میخورد ما به طرفی میکنیم، وقتی یک نفر داد میزند به طرفی میکنیم. این فرهنگ شهرنشین ما رو کاسته میکنند. بله یک نوادی رو اینکوس کردند که در اون یک تحقیقات خور دکه گذارنده شده بود و یک جوان پسر جوان دختر رو در همین کوچه های گوناگون شهر لاتوکوب میکرد و طور سوخته بود اون چیز لاتوکوب میکرد و قریب 95% مردم به طرف میگنند که گویا که اونها ندیدن. یعنی که همین گفته های ما از اون دارم میدید که ما امروز به طرف شده هستیم و این بسیار چیزی بد هست وقتی اودم بله. بچه‌هایی که مثلا باید دخالت کند و صدی روی اونها بگیره به طرف میکنم. ما باید دولت خود رو باید تنو مثلا به خود یک جوان نمیشن، ما میتونیم در دست جمعونه شهر عظیمونه و بوتر زیبا میکنیم. رفتار ناجو یگان نفر را میبینیم، اما بسیار مورد به تفریق خیال میکنیم. برای چی؟ اگر از دختر نظر روانشناسی این چیزا تعلق نمیبینیم، اگر مثلا گفتم ممکن که بسیار مورد ما برای چی به تفریق میکنیم؟ برای آنکه بسیار مورد باور میکنیم و خود باور داریم که سخن گفتن در این مورد نتیجه ندارد. یعنی گمان میکنیم که ما چیزی به ایراد گیریم نتیجه نمیتیاد مثلا. اما باید ما دونن درک کنیم این چیزا که سخن همیشه نیروی تاثیرتون دارد، همیشه نیروی تاثیرتون دارد. بنابراین مثلا ما اگر به تفریق اختیار نکرده برات مثال در همین حالت یک راهنمایی کنیم یا مثلا یک ایراد خود استان گرفته باشه، خواهیم نخواهیم مثلا اگر همون جوان در حال رفتار خود اصلاح نکرد مثلا خواهیم نخواهیم همون سخن ما در خاطر و میموند و مثلا در حالت آرامی قرار میگیرد، خواهیم نخواهیم همون سخن ما رو در تفکر خود بر میکشد و میگه شاید مثلا من در واقع همون لحظه خطا عمل میکردم که چرا این همه گفتم من ایراد گرفت مثلا من راهنمایی کردم مثلا افتوپرستم یخموس هم اوپای نوشوکی هم راه روها گل هایی که در همون خیابان های ما گلگشت های ما شینونده شده است، درخت و بوته و دیگر حتی نقلیات جمعیتی که امروز ما استفاده میبریم همش فرهنگ استفاده بری خودش دارد. ولی انا همین فرهنگ رو ما باید دونیم چگونه باید استفاده برد. حتی همون نقلیات های جمعیتی که ما استفاده میبریم در داخل نقلیات باید چگونه مناسبت کرد. امروز میبینیم که حتی هم راننده های نقلیات های جمعیتی هم از سبب نمیدونم عصبانیت باشد دغلانه با مثلا مسافران رفتار میکنند. حتی اون میگویم اگر نفرانی که پول میچینند از و یا هم دغلانه رفتار میکنند با نه همشون هستن همین گونه رفتار. چی خیلی که میگه همه همین چیزها فرهنگ استفاده خودش دارد که ما باید همین چیزا دونسته باشیم. تحصیل شما خودش همین خدمت است. اشتراک شما در شنبگی ها در همه اون چورابینی های فرهنگی و فراغتی همین خودش خدمت است پیش از همه. من نمیگم که شما خودتون مثلا قهرمانی نشون دهید، خود شما خودتون یگان کاری مخصوص رو کنید گویید که من همین کار را کردم. نه، شما خوب تحصیل کنید، شما خوب علم های معاصر رو از بر کنید، خوب رفتار کنید، خوب
خوب گفتار باشید، خوش گفتار باشید، خوش معامله باشید. همین از خدمت شما. هر یک وجب خاک این وطن رو، هر قطره آب این وطن رو گرامی دارید، همین از خدمت شما. از این خدمت بزرگتر نیست برای هر یک جوان. پدر و مادر مسئولیت داشته باشد که فرزند خود رو پرسد که امروز با چی کار مشغول بودی، یعنی که همین خلوصه، همین کاری با انجام رسونده خودش با پدر و مادرش اگر و تحریزی کند، اگر فکر میکنم که انا این مسئولیت با فرزندم میموند، یعنی یک عادت پیدا میشود، انا مو توسط یعنی عادت میتوند که انسان خوب نزدگی. هنگامی که در خانه افتوپرست استعمال میکنید، پوستش رو بروی فرش خانه میپرتوید؟ پرتوف میپرتوید در روی فرش خانه تون مثلا؟ نه. پس دوشنبه برای ما چی مقام دارد؟ البته باز خانه ما هست دوشنبه، ولی ما دیده و دانسته این کار رو میکنیم. این عمل را روا میبینیم نسبت یک خانه خود مثلا. متاسفانه یک نکته را که نمیدونم، حتی نفهمیده همین چیز را میزنم. آزادی دموکراتی معنی آزادی مطلق انسان نیست. آزادی سرحد دارد، در دوره چارچوبای اخلاقی فلسفی محدود کرده می شود. مثلا بینید که ما در یک کنستیتوسیون قسم دو تاجیکستان را دولت اجتماعی اعلان نمودیم. مقصد این فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده است. آن همین آزادی هایی که مثلا بعضن حالت ها نسبت کاتگوری معین محدود کرده می شود، مثلا بینید که نسبت دانشجویان استفاده نقلیات اتومبیلی محدود کرده شد. مقصد این وظیفه که در مدت یک کنستیتوسیون به خود گرفته است، تامین شرایط زندگی ارزنده، یعنی همون وظیفه خود رو اجرا کند. پایتخت این مرکز علمی، سیاسی، فرهنگی و تاریخی و مدنی است. یعنی در پایتخت نمایندگان تمام خلق و ملت ها جایگیر می شوند و همچون یک مرکز مهم به حساب می رود که همه گونه کارها در آن اجرا می شود. و در این جدا برگر قید میکنم که اصول اساسی تامین مدنیت شهرداری در جمهوری تاجیکستان میتواند با دو رو تبلیغاتی و چوره های قانونگذاری عملی گردد. بلند برداشتنی هم فرهنگ هم مدنیت، نه تنها فرهنگ مثلا شهرنشینی، هم فرهنگ گفتار و رفتار و دیگر همش از زن مادر وابسته است. اینجا یک نکته بسیار خوب را ذکر کرده گذاشتن در بالا که مثلا وقتی که صبح شوهر از خانه برآمده به کار می رود، زن به خاطر مثلا مشغول شدن به کار باری خانه کودکان را از در بیرون می کند که رفته در کوچه بازی کند مثلا، و همینطور تا بگاه سراغشان نمی کند. معلوم نیست که آنها در بیرون به چی کار مشغولند، در کجاها می گردند. اینم اگر مثلا کودکان یکان پرتوف را از تریزه می پرتویند، زن می بیند، مادر می بیند، ولی چیزی نمی گوید. برزمی این اون لباس هایی که مثلا از ریزه آویزان میکنند و سیمای اون بینا را کاسته میکنند، سیمای شهری ما را کاسته میکنند، مرد ها نمیکنند که زن ها میکنند. پرتو هایی که کودکان از آشیانه های بلند میپرتویند، وقتی که در آشیانه های پایان زندگی میکردگی نفر ها، وقتی که مثلا میگویند که این کارت ندرسته، با مادر های همون ها بسری آنها بجنگ میفرویند. انا این بیطرفی ما است. انا تربیه مادر را بینید که ما مادر رو تنقید نمیکنیم، مادران این سرچشمه حیات انسانیت هستند، ولی برخی از آنها نسبت به تربیه فرزندان اهمیت جدی نمیدهند. البته پدران، مردها که مثلا از سحری روز مثلا به خاطر پیدا کردن یک بریده نان مثلا برای کار و پیکار خود میروند، قریب 80-90 فیصد تربیه فرزند به ذمه مادر است. و چه خیلی که شما گفتید مثلا وقتی که فرزند رو به کوچه گسل میکنند میگوید که تو رو بیرون بازی کن، من از مثلا خانه روبوچینی خانه یا دیگر کاروی خانه آورده میشوند، پس از چندی علاقه در همون خانه رو کارمندان حفظ حقوق میزنند که بچه شما رفت در فلان جا یکان کاری ناشایم کرد یا به دزدی دست زد یا اینکه به یکان جنایت صادر کرد. حتی همون میدانچه ورزشی هم درست استفاده نمیبرند. باز اکثری چی خیلی که در بالا قید کردید، اکثری همون میدانچه ورزشی که مثلا نو مثلا دو سه سال اخیر ساخته به استفاده شدن، علاکه والانگور شدن، علاکه همون سیمخورهای اون، آهنهای اون، حتی همون کاروسل مثلا چرخوفلک و ارغونچکایی که در اونجا هست، همه شکسته رفتن. همون خود کودک هم فرهنگ استفاده باری همون بازی ها رو نمیدونن. همینه باید ما آموزیم، ما پدر و مادر، ما اهل جامعه، ما کلانسالان باید همینه، نه فقط فرزندای خودمو، با فرزندوی همسایه هم آموزیم، با فرزندوی همون محله هم آموزیم. پسیکولوژی زن از پسیکولوژی مرد کاملا تفاوت دارد، کاملا تفاوت دارد.
زنها بسیار مورد از روی پسیکولوژی خودشان البته قرار داشتن در منطقه آسایش میکنند، یعنی برای خود اون یعنی وضعیتی که برای خودشان یعنی منطقه آسایش فراهم میبرد هم نمیکنند. به این خاطر است که یعنی بسیار مورد طور شما دوست قد کردید که زنها به خاطر آنکه برای خودشان محیط سازگار فراهم بیارند یعنی کودکان فرزندان را از در بیرون میکنند و بگذار که اونها در با اونها یعنی مانع نشوند به کار بار اونها و همین گونه یعنی اونها از پای کار بار خودشان شوند. و مثلا بودم در مورد مثلا گفتن در آغاز که خب مثلا زنها بعد هم میشود که در همون پایان همون بناهای حکومتی مثلا بعضا بگاهی روزا بیشتر مثلا ششتا به غیبت مشغول میشوند مثال میگیرم ها مثلا بعضا پیشنه شد که باید در همین غیبت نه مسئله حل طلب حل کنن بررسی کنن دگون چیزی که در خود جامعه است اون بررسی کنن بگذار گفته مثلا اما باید ما چه دوست خلق کنیم که دوست درک کنیم که زنها طبق طبیعت خود بیشتر مورد سخن کردن اطراف خصلت های آدمان را دارند، همین گونه خصلت دارند، زنها همین گونه طبیعت دارند یا یک پشت نتنید مثلا و چون که برای اونها بیشتر مرد همون اماج آدم مهم است، بیشتر مرد همون خوب خصلت های آدم مهم است، به این خاطر موضوع صحبت اونها همین آدم می شود، همون این رفتار ها آدم همین چیز می شود. اما مرد ها که طبیعت کاملا دیگه دارند، یعنی اونها که بیشتر یعنی اطراف مشکلات حل کردن می شوند، اطراف مثلا خوب دخالت به سیاست می شوند دیگه می شوند، بنابراین این موضوع صحبت اونها کاملا تفاوت دارد از زنها. به این خاطر ما زنها را در هیچ مورد باید گناهکار نکنیم، بلکه اچه قرکن نکن که بیشتر مرد اون زنهایی که در اون جرسه غیبت کنند دیگر کنند اونها از بیکاری هست بیشتر مرد میتنند بس که خانشی نهتند به یه خاطر میکنند، یعنی چون که مغز سر آدم همه خیلی هستند که آدم باید همیشه مغز سر چیزی را باید تحلیل ترکیب جنبه هست خلاص کرده استند باید چیزی را باید فکر کرده استند مثلا. اگر پیشتر مثلا میگفتیم که زنها از بیکاری میشینند در نزد بیناها و غیبت میکنند ما به این چیز راضی میشنم، ولی امروز به خاطر همین حالت ها رخ ندادن ده ها باخوی فرهنگی تیاتر ها کینه تیاتر ها فعالیت میکنن که مثلا زن ها در حالت بیکار موندن جنبست کردن کار باری خونه و دیگر فرزنداشون گرفته رفته مثلا در باخو سیر و گشت کنن، همین چیزا در شهر باید این گونه بیکاری نباشه، این چیزا باید در شهر نباشن. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای مردم شرایط های خوب رو فراهم‌اندازی کرده شده است، از اون جمله اگر گیریم اگر همین اعلان گردیدن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی ببینید که توسط انامین اعلان گردن همین سال 106 نمود هنرهای مردمی از انداز آزاد کرده شد، یعنی که برای انامین زنی تاجیک برای عموماً فرد هنرمند یک شرایط مساعد فراهم آورده شد که می تواند که در خانه با یگان کار مشغول شود. امروز به اندیشه من به نسبت بسیار سخنهای که اینجا گفتن ناراضی هستم، چون که پیش از همه زنی تاجیک بسیار یک زنی اولی است، جوانان تاجیکستان امروز خیلی پیشتر هم قید کردم از جوانان سالهای پیش با کلی فرق دارد، یعنی پیشروی در سطح زندگی شهرداری ما نظر به سالهای پیش خوبتر و نقصتر شده است. نیلوفر یک چیز خوب مطرح کردن، میگن در مکتب معلم و آموزگار نیست، آن تربیت که زاده دامان مادر است و مسئله اون که مادر واقعا چون که گفتم مادر تاجیک زن تاجیک نمونه برجسته عفت و اخلاق و معرفت و مدنیت هست و ما مطمئن هستیم که نسل ما نسلی که وارث این تمدن بزرگ است، نسلی که در زمان استقلالیت زندگی دارد و این شهد آزادی و استقلال را میچشد، این نسلی که در این شهری که روبه رشد است هر روز بینید اگر در یک کوچه و خیابان شهر یک نوآوری است، حتی انسانهایی هستند که میگن ما 10-15 سال در دوشنبه نبودیم، آمدیم کوچه های دوشنبه را از زیبایی نمیشناسیم و اینا باید ما دوست داریم این سرزمینه و افتخار کنیم. اصلا در هیچ کجای فرهنگ ما درست نمی آید وقتی که ما لباسی که در خانه می پوشیم او را از تریزه های خانه خود به معرض تماشای عام می گذاریم، علی خصوص خانه های بلند آشیان هایی که در نزد کنار راه های بزرگ هستند و هر روزه تعداد زیادی سیاحان و مهمانان و نقلیات و این می گذارند و این چیز می بینند و متاسفانه این چیز شهر ما را نه تنها که حسن او را کاسته می کند بلکه از مدنیت و فرهنگ شهرنشینی ما درک می دهد که ما تا چه حد خودمان خانواده خودمان احترام میکنیم و دیگر را احترام میکنیم. واقعا هم نزد هر یک بنای حکومتی باید همین گونه نقطه های باشد، مثلا جای های مخصوص برای آویزان کردن لباس در بعضی از در بعضی از
گفتید که زنها از آنی که بیکار میشینن با تئاترها باخور روند، اما بعضی مردهای هستند که خود حتی وقت نمیگذارن برای با سیر و گشت بردن زن و فرزند، اما آنها را نمیگذارن از خانه برایند. مثلا شما در یک بار ببینید، شما وقتی بیگاه ساعت های تقریبا 5-6 با کوچه های شهر دوشنبه برید، اویله های مثال جوان ها میبینید، اویله های که مثلا 3-4 فرزند دارن سیر و گشت میکنن، این چیز معمولی است. بعضی از آنها نیستن، شاید آنها خواتیر میشوند، مردها خواتیر میشوند، بعضی مردها هستن که اجازت نمیدهند. سوال داده این که در خانه اگر افتاپاراس را استفاده بریم مادر چی میگوید؟ مادر کدام عکس العمل را نشان میدهد؟ خب یقین است که در خاندان این کار را یگان شخص، من باور دارم یگان کس نمیکند در خاندان، چون که همون اجازت هم نمیدهد، اجازت هم نمیدهد، اگر ایشون تنبیه میدهد، اگر همین کار را بکند تنبیه میدهد، وقتی که همون کودک بیرون میبراید و کوچه میبراید، اونجا همون هستن شخصانی که افتاپاراس استعمال میکنند و در همون بیشتر بچه هم همونجا استعمال میکند. امروز در جامعه باید ما نه تنها گناهکار کنیم که اویله گناهکار است برای تربیه و بلند برداشتن مدنیت شهروند یا که شهروندی یا شهرنشینی، این هم جامعه را جامعه هم باید به طرف نباشد. دوشنبه در یک مدت کوتاه مثلا با کلی دیگر شد، پیشتر چگونه بود و امروز چگونه است دوشنبه؟ یعنی تغییر یافت و ما هم مثلا تغییر می‌یابیم، ولی آهسته آهسته، ولی این چیزا باید از امروز آغاز کنیم، تغییر یافتن، مثلا تغییر دادن رفتار خود، گفتار خود، کردار خود. تشکر از شرکت همه شما در برنامه روبرو. البته موضوع فرهنگ شهرنشینی بسیار یک موضوع فراخ است و در یک ساعت و دو ساعت نمی‌شود که اطراف تمام مشکلات و موفقیت و دستاوردهای شهرنشینی حرف زنیم، ولی ما فکر میکنیم که باز در برنامه های آینده ما به این موضوع برمیگردیم و باز هم صحبت ها را در این موضوع آماده میکنیم. باقی قضاوت از خود شما است بیننده های عزیز. صحبت داشتیم با یک گروه دانشجویان از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان، دانشکده دولتی زبان های تاجیکستان و مهمانان از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان، همزمان یک گروه آموزگاران از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و از دانشگاه ملی تاجیکستان. برنامه های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارند. سلامت باشد. خیر.